بینندگان عزیز، سلام احترام، بازم ایام خجسته اید بر شما تبریک باشد. در بحث این برنامه جنرال هلال الدین هلال، چهره شناخته شده، معین امنیتی سابق وزارت داخله و عضو مجلس نمایندگان با ما در رابطه با موقعیت طالبان، وضعیت شمال و در کل کشمکش هایی که اخیراً در حال افزایش است بحث داریم. جنرال صاحب خوش آمدین و در کل موقعیت طالبان اول در می طول می دما شما چه رقم ارزیابی میکنین؟ از این ده ماهی که آمدن یک حالت فتح داشتن، والا در روزهای اخیر که میبینیم یک رقم وارخطا هستن، شما وضعیت چگونه میبینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت جناب شما و بینندگان عزیز. ایدی که بالوسیله طالبا اعلان شد، به هموطنان خود از می طریق تبریک میگم. جناب مامون صاحب، ما تقریبا ده سال به عقب میرویم نسبت به طالب ها. طالب هایی که بودن از یک گمنام و طالب های مغارنشین، طالب های زندانی، بالوسیله یک بازی سیاسی جهانی طالب ها مطرح شدن در صحنه سیاسی، صاحب دفتر و دیوان شدن، صاحب یک اعتباری. این را بعد از سال 2010 یک رقم جدید خورد، به حیث یک جریان در یکی از ممالک عربی دوها مرکز ایجاد شد. اما در مطبعات، در بحث‌های سیاسی، در اجماع جهانی به حیث یک جریان تروریست تعریف می‌شد. اما با گذشت زمان در سال 2014 عملا دیده شد که یک بازتابی عجیب و غریب نسبت به طالب‌ها با میان آمد. طالب‌ها را خطاب کردند به حیث مبارزین آزادی خواه، که این شعار و این صدا سبب شد که کشورهای منطقه پیشکان بزنن به خاطر دعوت طالب ها، مشارکت طالب ها در مجالس، مطرح ساختن طالب ها به یک تبدیلش بکنن به یک جریان سیاسی، که به غرب یک تصویر خلق شد که واقعا طالب ها یک نیروی یک دست و افغان های بسیار سنتی هستن و اینا عشیره‌ای هستن و اینا با زندگی بدوی عادت کردن، در تعاملات سیاسی ساده و کم مصرف میتونن منافعشان در منطقه حفظ بکنن. پوشش دینی هم برشان داده شده بود، لجوج و چیزم بودن گستاخ، و ایره میتونست که غرب به حیث یک تهدید برای خود در اینجا در منطقه، اگر بیایه با کشورهای منطقه هم اینا سازش نمیکنن، اختلافات مذهبی و روشای کلتوری و فرهنگی دارن، ای خود به خود تبدیل میشون به حیث یک ابزار در حفظ منافع غرب. حالا با در نظر شما ده ای ده ما تجربه شد، ای چه رقم خود نگاه میکنن؟ حالا داعش آوردن یک مفرزه دیگه را به نام داعش وارد صحنه ساختن، نامش ماندن. تکلیف طالب با داعش چی گونه میشه؟ از یک سو امید داعش سبب شده تا یک نوع گشایش، یک نوع سازش در میان رهبرهای طالبا دیده میشه. مثلا از مذاکرات بین الافغانی آل گپ میزنن، نگنی گپا را به رسمیت نمیشناختن، یا مثلا یک نوع تمایل به بازگشت به پروگرام دوحه دارن و اینجا به خاطر آزاد کردن پولای بلوکه شده و کسب مشروعیت از طریق پاکستان با تمام رهبرهای سیاسی خارج از کشور رابطه گرفتن. اینجا چی وضعی پیش میاد؟ آیا این تشدید به معنای تشدید کشمکش است یا اینکه یک گشایش قرار است بیاید؟ به نظر من چند روایت میتونه آدم در روی کرده اقتدار دهمه های طالبا ببینه. اولی که طالب ها در دوحه یک اجماع نظری که بین کشورهای منطقه و دنیا با میان آمد و در پای یک نوع تعهد شورای امنیت ملل متحد هم به امضا کرد، وی بود که حکومت
در افغانستان ساخته شود که در او یک حکومت مشارکتی ملی باشه، تمام طرف ها در نظام شریک باشند و یک حکومت مورد تایید شورای منطقه و دنیا باشه. اما طالب ها تا روز سکوت حکومت کابل هم آماده برای قبول کردن یک حکومت مشارکتی نشدن. چیزی را که اجماع داشت دنیا به این بود که در افغانستان حکومت مشارکتی بیاید، به هیچ وجه تغییر نظام در افغانستان که بلوسیله فشار نظامی باشه، بلوسیله تفنگ صورت بگیره، پذیرفتنی از رهگذر اجماع جهانی نبود. طالب ها با پشت سر زدن تمام توافقاتی که در دوحه بود یک بارگی روی گشتاندن. اینا با یک سازوبندی که میتونیم که بگیم بین عرب، بین ولی نعمت طالب ها پاکستان، و شاید هم بعضی ها تصور بدی دارن که کشورهای دور و نزدیک لویدر سیزا از اینا چندین بار نشستای را با حکومت کابل داشتن و حتی سفرهای محرم رفت و آمدهای در این رابطه وجود داشت. تماما با معاملات آمد به دروازه های کابل و در روزهای اخیر هم گفته شد که طالب به کابل داخل نمیشه، تفاهم باید صورت بگیره، توافق باید صورت. ولی دیده شد که ما را در صدای بعضی آدم هم شنیدیم که کابل هر شاجل تخیره کنین که طالب هایم شب میرسه و فردا همه شما صدمه میبینین. آدم های کالی ادا دارن که ما امنیت کابل هم میگرفتیم اگر با ما این وظیفه داده میشد، در حالی که در اونجا سریع هم صدایشان هست. جنرال صاحب، طالب شما که در مقامات بلند دولتی کار کردین، آیا طالب واقعا شما اعتقاد دارین که نیروی افغانستانی است؟ ما طالب یک مخلوطی از افغان ها، تروریست های بین المللی، سازمان های افراطی پاکستان، ازبکستان، چین و تاجکستان و بعضی کشورهای دیگه که افرادش تقریبا ما در سالهایی که با این مسائل سر و کار داشتیم و میفهمیدیم متجاوز از 21 گروه در ساختار طالب و شمول القاعده و اینا بودن و در فعالیت‌های نظامی و در فعالیت‌های جنگی از اینا استفاده میشد. بسیار خوب، اگر آن پروگرام دوحه را تبلیغات بکنن به خاطر گرفتن مشروعیت به طالب تا که یک لباس مشروعیت دروغین هم ببرن هم بدوزن. به عنوان کسی که در دولت گذشته کار کردین، اگر از شما دعوت شده که بیاین در پروگرام دوحه در مجلس که اونجا برگزار میشه تحویل دهی قدرت به شکل مسالمت آمیز مثلا با حضور اشرف غنی صورت میگیره، شرکت میکنین؟ طالبی که هیچ برای امتحان خود به تمام دنیا، به استخبارات منطقه، به دنیا، به ملت افغانستان، به شرکای بین المللی دادن به حیث تعهد شکن و این را کس اعتماد کرده نمیتونه که به دعوت طالبا و هر نظامی که بدون نظارت بین المللی و یک اجماع کلان جهانی و ملی نباشه، هیچ نظامی را کس، هیچ کسی ما فکر نکنم حاضر به این باشه که در حکومتی که در اونجا حالت موجود افغانستان است اشتراک کنه. این چه خب گزارش های هست که امریکا، انگلیس، پاکستان و حتی روسیه و ایران و چین به نحو اجماع دارن تا امو پروسه قطع شده دوحه دوباره احیا شوه و یک حکومت فراگیر مشارکتی بوجود بیاید. آیا شما فکر میکنید که طالب به چنین چیز تن میده یا با طالب ایجاد چنین شرکت سامی ممکن است؟ آیا همی داستان قبلی نیست؟ طالب به حیث یک نیروی که بتانه یک نظام سیاسی را رهبری بکنه، رضایت ملت را حاصل بکنه، نگرانی های همسایه را مرفوع بسازه و یک چوکاتی که یک تعریفی از نظام باشه در طالب من نمی بینم. طالب تبدیل شده فعلا بعد از گذشت 10 ماه با یک افراد فاسد، افرادی که هم به مسائل دینی ما شما می بینیم کلانترینشان در خطابه ها، حتی
در ارائه قرائت و بیان آیات و حدیث مشکل دارن. اینا مشکل دارن از رهگذر اتحاد بین خودشان، از لحاظ تعریف حکومتداری که هیچ تجربه و علم حکومتداری را ندارن، از لحاظ شناخت و اعتمادشان که خلق اعتماد به ادبای افغانستان بکنن، به مذاهب افغانستان بکنن، به مشارکت قدرت در بین مردم افغانستان باور داشته باشن، این چیزها را اینا در خود ندارن. و اینا هر کدامش اطلاعاتی که ما دارم در تلاش پیدا کردن ثروت هستن. بیت المال و داشته های نظامی را کلی ما شما اطلاع داریم که اینا در کشورهای همسایه به مارکت های از اونا رفتن فروش تمامی چیزهای تجهیزات نظامی را. و حتی ما میبینیم که یگانه چیزی که در افغانستان کلانترین اعتباری از او هست بیت المال و منابع زیرزمینی هست و ای را به حراج گذاشتن. امروز در قسمت استفاده از معدن افغانستان، سنگهای افغانستان، نفت، حتی گاز افغانستان، اینا در تلاش از ایستن که هر کدامی از این استفاده فردی بکنن، در قالی و کوشش یک آدم قرارداد جعلی بسازن و از این سود ببرن. اینا با باینده خود باور ندارن، براینده خود باور. وقتی که یک جریانی که سیاسی هم نیست، یک جریانی جنگی که با آینده باور نداشته باشه، چطور فکر کرده آدم میتونه که قطعی از اینا دیگه کار میشه؟ اما یک چیز من قبول دارم که اینا به این نقطه، به این نتیجه رسیدن اسباب عدم اعتمادشان بین خودشان، اختلافات بسیار جدی در رده‌های پایین و بالا، و چیزی را که عملا دیده میشه طالبا فعلا چند چهره و تصویر دارن. ما باورم ایست که بر میگردن به ادامه کنفرانس دوحه. بسیار خوب. دوحه یکمان راه حل ما برای آینده افغانستان میگیره. یعنی شما با شروع دوباره مذاکرات دوحه راه حل معقول بر افغانستان میبینید؟ ما بدون شک، با دلایل از این که افغانستان یک کشوری است که بدون حمایت و کمک اقتصادی جامعه بین المللی، اعتماد کشورهای منطقه و کشورهای بین المللی نمیتونه نظام سیاسیش با پای استاد شده. نیاز به کمک های اقتصادی، نیاز به کمک های به حساب تسلیحاتی و هر از هر لحاظ، یعنی افغانستان در یک نقطه صفری رسیده. با اول لحاظ تا زمانی که یک اجتماع برای حمایت افغانستان نباشه، یک حکومتی بیطرفی که در آینده افغانستان تجربه های گذشته ایدولوژیکی را که ما دیدیم هم چپ و هم راست در اینجا تجربه شده و حتی دموکراسی را هم که ناتو بزرگترین یگانه قدرت دنیا بودن در اینجا آمدن، عملا دیده شد که با طرف قرار دادن افغانستان یک نظام پایدار نمیتونه داشته باشد. ما باوریم است که یک نظامی بهترف در توافقنامه دوحه تداوم پیدا کنه، زیر چتر حمایت بین المللی یک شخصیت بهترف برای یک دوره انتقال برای افغانستان بیاید و این شخصیت بهترف دوره انتقالی که از لحاظ امنیتی کارهایی که برای یک نظام دولتی عبوری ضرورت هست این مراحل باید سپری شود، نگرانی های هم ملت افغانستان برای تهدید از رهگذر اظهار بیان و حضور و اشتراکشان در سرنوشتشان این چیزا مرفوع شود. جهان سوی چیزایی است که شما آرزو میکنیم، اما در واقعیت مذاکرات دوحه روح فیصلهایش یا کل فیصلهایش آوردن یک شخصیت بی‌طرف در رأس حکومت موقت نبوده، فقط در ایجاد یک جلسه بود که دو طالب به عنوان قدرت مدار اصلی به طور کامل رسمی از طرف مقابل قدرت تحویل بگیره. اما شما چیز دیگه میگین؟ به هیچ وجه یک جانبه تو نبود، مشارکت همه طرف ها بود. در اونجا خوب ما تا جایی که اطلاع دارم و حتی در بعضی قضایا تا حدود اشراف هم داشتم، موجودیت حکومت راست یک دو آدمی به طرف که طرف قبول و حمایت هر دو طرف باشه. یعنی
یعنی اینجا خب اما از اون فرمول بسیار دور رفتیم از اون گپ. اما طالب هیچگاه، حتی کسایی که در جمهوری کار کردن، اونا را در حکومت حق مشارکت نمیده. چه خاصا که یک آدم بی‌طرف میگه جهاد ما کردیم، یک نفر بی‌طرف امریکا بیاره باز دوباره سر قدرت. این چطور امکان داره که طالب بپذیره؟ یک چیز است که طالب هم اگر ده ماه پیش این چیز فکر نمیکرد، ده ماه پیش اگر تو خیالات بلند پروازانه داشت در حمایت عقبی پرده که برش چراغای سبز سرخ مردم نشان میداد تشویقش میکرد، عملا وقتی که در جغرافیای افغانستان داخل شده و زمینگیر شده و نمیتونه مشکلات بین حلقه رهبری و صفوف قماندانایش حل بسازه و امروز عملا تروریست های بین المللی در جغرافیای افغانستان وجود دارن، نگرانی ها بری هست که کشورهای همسایه از حضور داعش نگران هستند و کشورهای پیشرفته دنیا از حضور القاعده در نقش دوبارش در افغانستان نگرانی هایشان خلق شده، بینن طالب خودش هم از لحاظ ساختاری خودش مشکل داره در بین خود، از لحاظ اختلاف بین رهبری و صفوف مشکل داره، از لحاظ قومیت بین درانی و غلجایی مشکل داره، از لحاظ مشارکت اتباع باقی افغانستان که تاجک و ازبک و هزاره است اینا به هیچ وجه نظام مربوط به خود نمیدانم، و از لحاظ فکری شیعه و سنی در حالی که طالب با این مشکلات آلی دست و پنجه نرم کرده و او حمایت لجام گسیخته دیروزه برش وجود نداره که تا رسیدن به قدرت طالب بود، امروز طالب به دشواری ها مواجه است و کشورهای مشوقش هم کشورهای منطقه بودن پیشکان می زدن به اینکه امریکا را و ناتو را از صحنه بکشن، برش همکاری میکردن و همه از اینا با یک صدا میگن که یک نظام مشارکتی باید باشه. بله جنرال صاحب، بین این طالب که شما گفتین با این اوصاف، بین اینا و القاعده و داعش چه تفاوت است؟ ما از لحاظ طرز فکرش طالب زاده یا شالوده از القاعده هست. اما پس تو شما با القاعده میگین که حکومت فراگیر جور شود؟ طبیعی است که وقتی که شرایط بر یک حکومت فراگیر مطرح می شود، طالب طبیعی است که او بدنه ای که با اون طرز فکر و افراطیت هستند و ایدولوژی القاعده، طالب خود تمامش ایتو نیست که مردم های ایدولوژیک فکری باشند. طالب جغرافی را در اختیار داره، بالوسیله تفنگ مردم مته و اشتر تابع ساخته، اما ایدولوژی طالب چقدر مردم قبول میکنه شاید در فیصدی ها بسیار عدی اقل باشه. این که میایم سر امریکایی ها و ناتو، چطور با این اوصاف اینا فلسفه تبدیلی قدرت به طور کامل به شمول 7 میلیارد دلار تجهیزات به القاعده و طالب، این فلسفه چیست؟ خب شما یک چیز به خاطرم داشته باشین که شاید تعهد را که طالبا کردن، ای توافق نامه را که با امریکای ها امضا کردن و رهبری سیاسی طالب برای طالبا ای را تفسیر کردن که گویا ما ناتو و امریکا را شکست دادیم، در حالی که طالب ها یک بدنه ازی مطلقا به حیث یک پارتنر خود جا زدن به امریکا، که یعنی منافع شما را ما صدمه نمی رسانیم، منافع غرب صدمه نمی رسانیم، منافع ناتو را صدمه نمی رسانیم. در جغرافیایی که طالب فعال می باشه، اگر هر کسی که وجود داره اینا خلاف منافع شما عمل نمی کنه، طالب حالی که دیده می شوه او تعهدات را که او سیاسیونش کرده بودن بین از اینا و صفوفشان یک طرز دید وجود داشت که سیاسیون از اینا به صفوف خود دروغ می گفتن. به خاطر از اینکه با صفوف میگفتن که ما ناتو را شکست دادیم میکشیم و شما این را تحمل بکنین، قبول بکنین که یک سلسله اوراق خط از اینا ما امضا میکنیم برای برآمدنشان سهولت باشه، و غرب دنیای غرب هم این را به این باور کرده بود که وقتی که دو سه چیز با آزمایش گذاشتن اینا، متاسفانه وقت ما در نظام بودم میفهمم که آتش بس میگفتن در تمام افغانستان یک باریگه آتش بس میشد، طالب نشان میداد که ما تاثیرگذار هستیم بالای تمام سکوک. امروز که آتش بس میگیم در هیچ گوشه از جغرافیای افغانستان یک فایده نمیشه، در حالی که ای
اما بازی های پشتی پرده برای فریب ناتو غرب بود. وقتی که آلی طالب آمده به قدرت دیده میشه که امون سیاسیون گفش صفوف قبول نمی کنه، قماندان ها قبول نمی کنه. خب اینا گفشون یک چیز است، تطبیق شریعت است، اما یک استایل زندگی بدوی است. این چیز است برای اینجا میایم سر خود ماهیت یک پدیده به نام طالب. اردوی پاکستان دوباره با امریکایی هم متحد شد، علنی عمران خان را پس کردن، حالا آمدن بس یا بستر جنگ فعلا در شمال افغانستان است. شمال افغانستان خودش آدرسش هم از حوزه بسیار بارور و پرثروت آسیای میانه، تمام قطعات انتحاری و تمام تروریست های بین‌المللی را میشه حداقل 7000 نفر از تروریست های بین‌المللی خارجی میشه مستقر است در ولایات سرحدی با تاجیکستان و ازبکستان. اینجا ما خود طالب که بحث کردیم هم اسلام ماهیت و شناخت داخلی کاربرد داخلی طالب را گفتیم. این طالب به این شکل که قدرت تحویلش دادن این کاربرد منطقه‌ای داره. چه فکر میکنین که اینجا امریکا چگونه از بستر شمال خیز میزنه به طرف آسیای میانه، یا یک بهانه میشه به خاطر ملحوظات انتخابات میان دوره‌ای امریکا دوباره اینا یک خیز بندازن پس دوباره عسکر روان بکنن؟ چون این چیزهای رو شما میبینین طالب به حیث یک نیروی مخرب میتونه به آسیای میانه باشه، ولی یک نیروی تهدید عملی تروریستی میتونه به کشورهای همسایه باشه. اما طالب مشکلات خودم داره که برای تمویل منابع برای پیشبرد امور جنگی برای طالب حمایت عقبی کار داره. اگر قرار به این باشه که اینا به حیث ابزار علی کشورهای منطقه استعمال شون، که نگرانی ها برای کشورهای منطقه فعلا وجود داره. نگرانی ها عزیز که داعش اینجا پیدا میشه و تا مخالفین خودم طالب زیر عنوان داعش سرکوب میکنن، در حالی که ما باعث افغان ها بسیار واضح است با ما که داعشی را که میگن این داعش فعلا در جغرافی های افغانستان نو ظرفیت داره، نو امکانات داره، ولی داعش سازی اگر یک پروژه باشه برای از این زمان کار است که باید بسازن. اما برای فعلا این زمینه ها و این فرصت هایی را که یک تصویر خلق شوه که طالب به حیث یک چتر و یک نظام شوه و در زیر چتر و این نظام یک جریان دیگه با طالب درگیر باشه و داعش که دیگرها را تهدید بکنه، من را بعید میبینم. تنها اگر خود طالب تبدیل به یک داعش شوه صفوف ازی، این یک بحث دیگه است که من نگرانیم ایست که مثلی که در گذشته ها انفجارات صورت میگرفت توجیه میکردن که داعش است، ولی در حالی که ما میدیدیم یک جریان دیگه است و او جریان امروز حاکم است بر جغرافی افغانستان. بازی های درونی استخباراتی و جنگ های نیابتی است که بالوسیله حامی های کشورهای منطقوی طالب در تبانی با یک سلسله منافع استراتژیکشان در بازی های منطقه از اینا استفاده میشه. درست است. چرا داعش سر طالب حمله نمیکنه؟ اینا ابزارهاییست که خود طالب یک ابزار است. نه امی داعش چرا سر طالب حمله نمیکنه؟ من امیره میگم که داعش وجود نداره. بازی هایی که صورت میگیره خود طالب کار میکنن، ولی عنوان میتن داعش ها. اگر داعش هست در کجاست؟ در کدام جبهه رویارویی داره با طالب؟ مراکز داعش کجاست؟ اگر داعشی وجود داره خود طالب باید قطعی از رو اول تصفیه حساب بکنه و داعش نشانه بگیره. در کجا هست؟ انفرادی افراد مخالفین خود اینا میرن برکبار مرمی میگیرن و داعش خطاب میکنن. بحث ما سری عزیز که برای آینده چی میشه که شما میگین، ما آینده افغانستان بدون یک اجماع جهانی امو رقمی که با اجماع جهانی بازی کردن و افغانستان به طالب سپردن، برگشت دوباره به یک اجماع جهانی، آوردن یک نظام سیاسی که همه طرف ها بتانه به او نگرانی نداشته باشه و در رأس یک آدمی بی طرف نیاید، ما باورم ایست که افغانستان
دارای یک نظام سیاسی نخواهد بود. یک میدان جنگ 40 میلیون انسان و یک جغرافیای وسیع دیگه میدان توریستای بین المللی میشود که به هیچ کشوری نه طراح آوردن داعش در طالب در افغانستان در این منفعت خواهد داشت نه اونهایی که فریبی بازی را خوردن هیچ کدامشان. بسیار خوب جنرال صاحب، شما کسی را در افغانستان در بین افغان ها میبینین که بهتره باشه؟ ما باور نیست که بسیار کسایی هستن که میتونن در تعاملات نقش خوبی را بتونن بازی بکنن. بهتره بودن یک بحث است، ظرفیت داشتن برای درک وضعیت افغانستان، برای مدیریت یک اجماع سیاسی نظامی سیاسی که دو بتانه یک پروسیجری را که برای رفتن به خاطر سدسازی جبهات جنگ، به خاطر جلب اعتماد، به خاطر همدیگر پذیری، به خاطر به میان آوردن تفاهمات، این خودش یک مدیریت کار داره و یک حلقه افغانهایی که بتانن که بسیار دخیل در پشت خون مردم افغانستان نبودن، در زود و بنده نبودن. ما باور داریم که ایست ما تا در بسیاری بحث یعنی منظور شما ایست که یک چیز باشه مثل جمهوری سه نفره غنی؟ نه خیلی نه. خب اما مشارکت رو یعنی چیزی که مردم ظاهرن بیطرف تکنوکرات هر چیزی که سرش نام میموندن خب دمو بود یعنی حکومت فراگیر نبود. افغانستان هیچ وقت نمیتونه که یک حکومتی به چند نفره باشه. حکومت چند نفره آقای غنی که بود متعلق به یک قوم بود و افرادی بودن که دستیارا بودن اعضای حکومت حساب می شدن. نه مربوط به یک قوم منظور شما چی است؟ مثلا امرالله، سرور دانش و امسالمون کلشون اونجا بودن و کی بودن؟ چه قریشه داشتن اینا در قوم خود؟ او خود ریشه خود غنی هم نداشت. ریشه اگر خود غنی نداشت، غنی بلوسیل یک فرمول آمده بود. خود درست. اما اینا بلوسیل فرمول نبودن، اینا سکرتره بودن. خود درست، اما فرمولی که امروز طالب هست. صادق نامش غنی بود، آن نامش طالب است. این فرمول که آورده بود امریکا. امریکا آل طالب هم آورده. آیا امریکا کلید حل پیش است پس یا کلید جنگ در پیش است در دگه جیبش؟ امریکا ما باوری میست که کلید فشار پیش است. کلید فشار. کلید فشاری که بتانه وضعیت مدیریت بکنه هنوز ما پیش امریکا میبینم. اما ای که این مدیریت چگونه میشوه شاید عالی با مشکل مواجه باشه. نقش روسیه شما چی میبینین؟ نقش روسیه امروزه؟ من عرضم دمیست که عالی امریکا گفتم که او رقمی که کلیدی فشار پیش خود میدید عالی با مشکل مواجه است. طالب ها تعلقات طالب ها بسیار با وضاحت دیده میشه. اسباب نارضایتی طالب ها عالی که امروز میبینیم حقانی جغرافی های بیشتر و حضور نظامی بیشتر در قدرت سیاسی به حساب قدرت جنگی داره. قدرت فعلا در دست پاکستان میبینه، یعنی قدرت طبیعی خود نمیبینه. این قدرت طبیعی خود وقتی که امارت نمیبینه طبیعی است که امارت جریان مشروعی طالبانی را حکومت خود نمیدانه. امالی خود تقابل داره به خاطر از اینکه کودتا و یا بازی که شکل گرفت از قدرت دولت آقای غنی را از قدرت راندن، جریانی که به اقتدار رسید یک جریان تفاهمی نیست، یک جریان کودتایی در بین هم جامعه بین المللی است و هم در بین طالبان یک جریان کودتایی. طبیعی هست که جریان کودتایی تا امروز ما که می‌بینیم در 10 ماه طالب هم تقابل خود داره، کشورهای منطقه هم در تقابل است، در زد و بند است که جملات و کلماتشان، روش و برخوردشان بسیار متفاوت است. طالب نماینده شد از سفارت قبول میکنه ولی جریان خود طالب به رسمیت نمیشناسه. شما از اجماع سیاسی گفتین، اگر در دوحا یک طالب رئیس جمهور میشه شما از شما تقاضا شود معاونش باشین، میپذیره؟ به هیچ وجه. ما به دلایل از این قبول نمیکنیم که طالب هنوز یک تعریف واضح در تغییر خود نداره. طالب اونمی چیزیست که ما گفتیم بعد از 20 سال که دیده شد شریرتر، بدتر، مهلتر و آلودتر است از گذشته. پس آینده
آینده به سپر می دید. طالب هم نمیشه که مطلق هم نادیده گرفت و مطلق هم نادیده گرفت. یعنی پس به یه اصاف، به یه اصاف آینده را دمی نزدیک چی می بینید؟ چه رقم می بینید؟ ما دو تا وضعیت پیش بین هستم در افغانستان. برگشت به بی‌ثباتی بیش از حدی که امروز است. طالبی که هنوز میگه که خیالات و تفکرات که مثل وزیر خارجه ایالات امریکا در کنگرسشان میگه که ما یک خوشبینی داریم که طالب ها نسبتاً امنیت آوردن. ولی کدام امنیت؟ وقتی که مردم در خانه خدا در مسجد امنیت نداره، در راه نداره، در خانهش نداره و نیمی از بدنه جامعه که زن است زندانی شده و مردم صلاحیت و توانایی آزادی بیان نداشته باشد، دانشمندا، استادا وقتی که واقعیت‌های جامعه را بیان میکنند زندانی میشوند، مطبوعات سانسور میشوند، مردم حتی صلاحیت ریش و انتخاب لباس را به خود ندارند. آیا امنیت همی هست که آقای وزیر خارجه ایشون میگه؟ من خود به این باور هستم که این وضعیتی که وجود داره، این وضعیت شاید در بین طالب هم آدم های عاقلی هست و آدم هایی که امروز در مسارش در قدرت هست، اینا آرزوی زیره داشته باشن که در تعاملات دنیا در اقتدار شریک باشن، قدرت داشته باشن. ولی بیچارگی های بعضی از عناصر در بین طالب ها من درک میکنم که در وابستگی استخباراتی بعضی هایشان در کشور هاست که صلاحیت و توانایی چیز خدا باعث که افغان ندارن و بسیاری دیگه از این با قشر افراطی پایینی از این قشر جنگی و تروریست و قشر و تروریست های بین المللی که در پایین در سطوح طالبان تحصیل گذار هستن و بعضی از اینا مثل وزیر امر بالمعروف، وزیر عدلیه، رئیس محکمه و وزیر معارف، این تو چهره های از اینا واقعا کسانی هستند که بدتر از داعش هستند. با تشکر از جنرال هلال الدین هلال، از بحث و توضیحات شما سپاسگزار هستم. بیننده عزیز، تا این لحظه که ما رو دنبال کردین از شما هم تشکر میکنم.